عرض درود و ادب دارم خدمت همه شما دوستان و نازنینان ممنونم که واسه شبکه ایران فردا دارید روایت نور رو نگاه میکنید فرهاد متقی هستم با یک اتفاق جدید و روایتی نو از اون اتفاق در خدمت شما هستم همونطور که قطعا مستظر هستی در 45 سال گذشته انقدر بلا سر مردم عزمون آوردن به اسم دین که اکثریت مردم تقریبا از دین فاصله گرفتن خیلیا خدا ناباور شدن میگه اصلا خدای وجود نداره اونا که حالا خدا باور هستن خیلی شما آقا چیزی به نام دین وجود و خارجی نداره و اینا همش دکونه حالا قرار بررسی کنیم ببینیم آقا نبود دین یا نبود خدا بر فرض در شرایط فعلی آیا ممکنه به آزادی ایران ضربه بزنه یا آیا ممکنه فردای آزادی ایران اتفاقات ناخوشایندی رو رقم بزنه یا نه کلا نبود این اتفاقات و بیرون کشیدن دین و مسائل معنوی از حلقوم مردم و در زندگی خصوصیشون شاید شرایط بهتری رو هم بتونه برای امروز و حتی فردای ایران رقم بزنه گفتیم با کی صحبت کنیم چهره جدید و دوست داشتنی باشه همطور که قبلا گفتم در روابط تصمیم دارم برم با جوانانی صحبت کنم که دیدگاه متفاوتی دارن حرفای جدیدی برای گفتن دارن نه همون آدمای تکراری که معمولا در شبکه های مختلف شما میتونید ببینیدشون رفتم سراغ دوست عزیز و نازنین آرمین نوابی آرمین نوابی مدیر یکی از محبوب ترین رسانه ها در یوتیوب به نام رسانه جمهوری بی خدایان هستش که به صورت تخصصی رو همین موضوع کار میکنن بریم با آرمین نوابی صحبت کنیم و مطمئنم اطلاعاتی که بهتون میده خیلیاش جالب و جدیده براتون امیدوارم که حتما این بخش برنامه روایت نور رو تا انتها دنبال کنید بله دوستان این شما و این هم آرمین نوابی عزیز و دوست داشتنی آرمین جان درود میگم به برنامه خود روایت نو خوش آمدید مرسی دمتون گرم مرسی که منو اینجا دعوت کردین درود به شما و مخاطبین آقای اه نوابی اول اجازه دارم به اسم کوچیک صدا کنم من همه فرهاد صدا میکنم بله بله نه آرمین جان اره. 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 شما اکتیویست سکولاریسم هستین من میدونم تا حدودی یعنی چی نمیتونم کامل بگم هم. ولی میخوام خود یه مقدار بهتر توضیح بدی که بینندگان به تلویزیون ایران فردا هم با این واژه و فعالیت شما آشنا باشن سکولار اکتیویست معمولا وقتی یه کسی میگه برداشت مردم اینه که کسیه که هدفش جدای دین از سیاسته خب و این درسته من هدفم این هست و در این جهت هم فعالیت میکنم ولی جدا از اون من خودم یه نگاه دومی هم بهش دارم چون واژه سکولار توی مفاهیم سیاسی این معنی رو داره که جدای دین از سیاسته ولی خود کلمه سکولار جدای دین از هر چیزیه یعنی سکولاریزه کردن یعنی جدایی از دین جدا از این که من فعالیت هم در حوزه مبارزه برای دنیایی که دین وارد حکومت یا سیاست نمیشه جدا از اون هم من, ما من و تیممون برای ما اون هم فعالیت میکنیم که دین کلا از همه چی جدا شه یعنی دین از ذهن همه انسان ها جدا بشه یعنی فقط سیاست نیست ما در جهت مبارزه با دین و بقیه باورهای دوگ و غلط فعالیت میکنیم و یعنی اینکه دین از حکومت جدا بشه فقط مرحله اوله اینکه دستمون باز بشه که بعد بریم سراغ ذهن انسان ها، باورهای آدم ها و کلا درسی مثلاً... رو... حتی کتب درسی دیگه کتاب... مثلاً. آره ب... تو... آره تو کت... کلان باورهای بد رو که یک دین زیر از باورهای غلط هست رو در جهت نابودیشون حرکت میکنیم خب همه جا خب ولی این رو با فقط با گفتگو نه اینکه مثلا با تحمیل اه... یا اذیت کردن آدم ها فقط با در میدونم هم خیلی میگن که خب اینا قرار نیست نابود بشه خب باشه ن... قرار نباشه نابود بشه ما در جهت نابودیشون حرکت میکنیم حالا هر چقدر موفق شده ایم حتی یه ذره باشه اه... اوکیه برای ما ولی اه... نورث سارمون ستاره شمالمون نابودی همه باورهای مخرب من جمله باورهای دینی هم. همه باورهای دینی رو مخرب میدونی یا نه بعضیشون هستن درستن نه همشون مخربن بعضیشون مخربترن مثلا اسلام مخرب تره ولی همشون مخرب هستن بله کلا باور دینی همشون مخرب خب اون باور دینی الان خیلی کلی شد منظور این نبود که کدوم یکی از دین ها بالاخره در, در دین یه سری موارد گفته میشه که تو اونها موارد درست هم هست دیگه یعنی حالا کار نه کدوم دین درستش بیشتره یا کمتره ولی معمولا آقا دزدی نکنید چه میدونم هیزی نکنید و اینا اینا چیزای بدی نیست دیگه اینا تو دین هست آیا همش بده یا نه یه سیرد خوبم بالاخره سعی کردن توش بیارن که ناجور اون قسمت های درستش خطرناکترش میکنه خب چون که اون قسمت های درستش آره اون قسمت های درست... درستش از خود دین نیومده خب دین بر با پایش بر اساس یه ادعاهای غلطی هست درباره جهان درباره هستی یک ادعاهای ابطال ناپذیر و غلطی میکنه درباره اینکه ماهیت ماده چیه ماهیت بشر چیه ماهیت دنیا چیه و کلا روی اون روی اون اصول وقتی شروع میکنین شما وقتی روی اصول و یک پیش‌فرضای غلطی یه چیزی میسازی نتیجهش مخرب و بد و خطرناک در میاد حالا چون یه سری نتیجه هایی رو که خودش مسئولش نیست یعنی شما اون, اون یک سری باورهایی رو که تو جامعه هست و مردم اغلب خوب میدونن رو به خاطر تبلیغات خودش اونها رو هم بهش اضافه میکنه که پکیجش یه ظاهر قشنگی داشته باشه ولی دین منشأ اون باورهای درست نبوده اینا باورهایی بوده که جامعه به این نتیجه رسیده که اینها درسته و کار میکنه و دین به دروغ وانمود میکنه که این باورها رو به جامعه معرفی کرده در صورتی که جامعه قبل از این باورهای دینی این نتایج رو داشته و این یک دروغه برای تبلیغات خودش و این اتفاقا این باورهای درستی رو که ادعا میکنه که منشأش دینه باعث بقای بیشتر این باورهای خطرناک میشه یعنی اتفاقا هرچی باورهای مخرب بتونن بیشتر وانمود بکنن که اون چیزهایی رو که ما دوست داریم رو منشأشون اونها هستن این باعث میشه که این باورهایی که به شده مثل ببینید مثلا دو تا ویروس رو اگه بخواید در نظر بگیریم، یه ویروسی که بدیهیه که خطرناکه یعنی همون موقع که شما میگیرینش علائم مریضی رو همون از همون اول شما احساس میکنید مبارزه با این ویروس خیلی کار راحت تریه ولی یه ویروسی که وقتی شما میگیرینش علائم رو اولش نمیبینی یعنی یه مثلا هی از یک نصف یه آدم به آدم دیگه میره بعد علائمش رو بعد از یه مدتی میبینین توی جامعه یا توی فرد میبینین این ویروس قابلیت پخشش بیشتره ادیانی هم که تونستن خیلی ماهرانه خودشون رو مثلا یا بی خطر یا حتی مفید نشون بدن اینها چون قابلیت پخششون مثل یه ویروس بیشتره خطرناکتره شما مثلا اسلام اگه بخواین با باورهای ها مقایسه بکنید اسلام به شدت از باورهای ناتسیا خطرناکتره چون درسته که مثلا تو یک نسل ناتسی ها میتونن تخریب بیشتری انجام بدن ولی انقدر این باورها بدیهیه که بد هستن و ضد انسانی هستن که فقط ب... مثلا برای یک نسل میتونه تو قدرت بمونه خب برای یک مثلا زیر نیم نسل تو قدرت میمونه بعدش دیگه مثلا هیچ حکومت دیگه نازی خب ولی باورهای اسلامی و مسیحی و بقیه باورهای دینی چون یک زاویه پوشش زیبا دارن تعداد قربانیاشون از باورهای ها بیشتره چون که میتونن صدها سال بقا پیدا بکنن چون این قدرت تبلیغاتیشون بیشتره یعنی وقتی میاد میگه از تیم ها حمایت بکنین چه میدونم از فقرا حمایت بکنین این اعتراضش میکنه ببین این منظور تو اینجوری من برداشت میکنم چون یه سری نکات درست داخلش هست که اون نکات درست رو نشون میدن برای تیم کشی و تبلیغ و بعد که شخص میاد آلوده به ویروس میشه تازه با زشتی ها و پلیدی ها رو برون میشه از این بابت میگی بگنه بالاخره در داخل هر دینی بری یه سری اتفاقات درستی هم در موردش صحبت شده ولی درسته حالا در عمل چیز دیگه است ما از رحمانیت اسلام فعلا فقط چاقو سر و غیره داریم میبینیم در دنیا ولی اتفاقاتی هم حداقل برای ویترین به قول خودت اتفاقات وراتو انجریز که ما بگیم آقا هر چیزی که در دین گفته شده بده نه ولی از خوباش دارن از خوبهاش هم دارن سوء استفاده میکنن منظور آره و... شما آره ولی آخه موضوع اینه که باورهای خوبی هم که اگه داشته باشه اونها رو اونها رو به جهان اضافه نکرده اونها بوده توی بستر جامعه یعنی چ... نه مثلا اسلام اگه یه چیزی هم پیدا بکنین توش که درسته بدون اسلام اون بوده یعنی اسلام مسئول اضافه کردن و اون به جامعه نبوده اون منفیاشه که به جامعه اضافه شده مثبتاش قبل قبلش قبل از اسلام بوده شما اگه برین نگاه بکنی مثلا ادیان ابراهیمی رو نگاه بکنی که میان میگن که مثلا ما میگیم دوزی نکنین قدر انجام ندید اتفاقا سیستم اخلاقشون حتی قسمت های مثبتش هم انقدر سطحی اصلا ببین نتیجه مهم نیست روش روش مهمه متدولوژی مهمه چون که اگرم بیاد بگه دزدی نکنین میگه دوزی نکنین چرا چون الله گفته یعنی یا خدا گفته یا مسیح گفته یا یاوه یا گفته الوهیم گفته هر کدوم از اینا خب موضوع اینه که این داره سیستم فرمون الهی رو معرفی میکنه به جای اون سیستم مثلا کاربردگرایی یا یوتلیتریانیسم که جواب خیلی بیشتری میده به عنوان یه سیستم اخلاقی شما اگه یه کسی به شما بگه دزدی نکن چون الله گفته این به شدت خطرناکه شما فکر میکنید نتیجهش که خوبه داره میگه دزدی نکن نه داره میگه چون ال... خب اون اللهی که گفته دزدی نکن اگه به خاطر این نتیجه درست داری یه اعتباری یه ولیدیتی به این روش پیدا کردن درست اخلاقی غیر اخلاقی بودن یک کار یک رفتار میبینی خون خب اون اللهی ممکنه بیاد بگه سر کافر رو بزن یعنی اتفاقا گفتن این که دزدی نکن چون الله گفته یک... یک گزاره بسیار خطرناکه چون هم الله میگه من اگه گفتم سر پسر تو بزن این الان میشه تعریف یه کار خوب خب اصلا داستان ابراهیم هم که تو همه ادیان ابراهیمی همشون اینا با هم مشترک دارن همینه که تعریف اینکه چی خوبه یا چی بده بر اساس نتیجهش نیست بر اساس اینکه الله میگه یا الله نه. اگه الله بگه برو نسکشی بکن تعریف کار خوب میشه نسکشی کردن الان دقیقا نه. همین اتفاق داره میفته دیگه گرنه که اینجوری با چاقو پلیس بدبخت تو مانهایم نمیزدن بکشن این جهان داره متاسفانه بر خلاف اون چیزی که آدم فکر میکنه داره به سمت اسلام هم میره یعنی زاد و ولد اینا انقدر زیاد شده و تعدادش فکر کنم در لندن زندگی میکنه در انگلستان هستی درسته انگلستان هستی دیگه نه نه دیم. حالا من خیلی صحبت آره آره ولی میخوام بگم که من تصاویری که دارم از انگلستان میبینم واقعا این فیلم لندن هاز فالن آدم واقعا نگاه کنیم میگه واقعا لندن سقوط کرده وقتی آدمایی دیدم تو صفحه یک فیلم از محمد حجاب گذاشته بودی اون جلو داره میره واسه خودش شعار میده بزنید بکشید بگیرید یوتیوبر اونم یه حالا شخصت سیاسی نیست ولی هیچ کسی هم نیست بیاد بگه شما دارید نفرت پراکنی میکنید شما خیر سرتون دین رحمانیتی دارید اینجوری ضد یهود دارید حرف میزنید یهودی ستیزی و معنای علاش رسوندین در خیلی از دانشگاه های یهودی ها اجازه ندارن درس بخونن مردم دانشگاه دیگه میگیرن میزننشون همین یکی دو روز پیش بود در یه دانشگاه دیگه, دیگه دیدم در کالیفرنیا دوباره این اتفاق افتاده از رئیس دانشگاه تا رفتن دانشگاه قائم شدن تو که دانش آموزای اینا رو چرا چون که در قضه اتفاقاتی داره میفته و اونا میخوان تقاصش رو سر رئیس دانشگاه خودشون در بیارن این داستان مسلمونا و یهودی ها از کی اینجوری گره خورده یا به نهزت شورش پنجا هفت داره یا قضیه عقبتره موضوع یهودی ستیزی خیلی قدمتش زیاده برمیگرده به امپراتوری روم خب اسلام یک کاری که یه سری رفتارهای واقعا شری رو خودش معرفی کرده اضافه کرده به به جامعه بشری ولی یک کار مخرب دیگه ای که اسلام میکنه اینه که یک سری باورهای غلط رو که قدمتشون از خود اسلام بیشتره رو بهشون یعنی به روش مهر تایید میزنه خب یعنی اینها یعنی همه مشکلات اسلام به خاطر این نیست که مثلا یک باورهای بدی رو معرفی کرده مثلا بردهداری رو اسلام معرفی نکرد خب ولی ما گذر از بردهداری به خاطر اسلام کار سختتری میشه چرا چون اگه نگاه بکنین از لحاظ سیستم های اخلاقی بشر تو ده هزار سال گذشته خیلی پیشرفت های زیادی داشته جاهایی که پیشرفت کن شده موقعی بوده که یک دین ادیان بسیار ادیانی که به شدت قدرت داشتن و محبوبیت داشتن اومده مهر تایید زده روی سری چیزهایی که مخرب هستن و انسان نتونسته از اونها سریع به, سرعت بقیه چیزهایی که تشخیص داده بده بگذره چون الان الله گفته این اوکیه خب یا مسیح گفته این اوکیه خب و این یهودی ستیزی هم یکی از اوناست یهودی ستیزی از امپراتوری روم شروع شد یعنی برخلاف امپراتوری ایرانی که یهودیا باشون تجربه خیلی خوبی داشتن وقتی که یهودی‌ها افتادن زیر سلطه رومیا این رومیا با این با یهود البته با همه مشکل یعنی رومیا برخلاف به ایرانی یه دینگاه بالا به پایین به همه مستعمره هاشون داشتن ایرانیا اینجوری نبودن امپراتوری ایرانی خیلی همچین نگاهی نداشتن خیلی احترام میذاشتن به خیلی به فرهنگ ها و گوناگونی همه آدمایی که تو امپراتوریشون بودن ولی رومیا خودشون رو متمدن میدیدن و همه بقیه رو بربر میدیدن و چون یهودی هم یکی از اینا بود یه نگاه خیلی کثیف ازشته هم به یهودیا داشتن اصلا اسم اسرائیل هم برای همین عوض کردند به به پلستین یه اسمی هم دادن که الان جالب عربایی که میگن اسم میخوان اسرائیل نباشه فلسطین نباشه نمیدونن که اتفاقا اسم اسرائیل نیتیو اونجا هست اسم فلسطین اسم امپراتوری استعماری مال از امپراتوری روم میاد اصلا اینقدر اسم فلسطین به اونجا تعلق نداره که شما حتی اسم اصلیش هم نمیتونید بگین یعنی عرب عربایی که دارن میگن اسم اینجا فلسطینه اسم پالستاین بوده شما اصلا پیر تو عربی ندارین یعنی انقدر این خارجی هست اسم اینجا ولی این اسم اینم عوض کردن از اسرائیل به پلستاین رومی ها به خاطر اینکه میخواستن یه یهودی زدایی بکنن این منطقه رو یعنی از لجشون با یهودی ها میکردن ولی خب اون موقع رومی ها تو امپراتوریشون خیلی گذار بوده روی دیدگاه همه جهان یعنی الان که اگه نگاه کنید زبون انگلیسی و فرهنگ آمریکایی چقدر توی دیدگاه مردم و فرهنگ مردم شما چه توی هر کشوری بری تو ژاپن هم بری بری توی مال خرید بکنی آهنگ میبینی آهنگ, آهنگ آمریکایی دارن میذارن خب یعنی همه جا همه جا همه جا دنیا یه آهنگ خودشونه یه آهنگ آمریکایی فیلم خودشون فیلم آمریکایی حالا اخیراً ژاپن و کره جنوبی هم دارن بیشتر میشه ولی کلا قدرت تاثیرگذاری فرهنگ و زبان و روش نگاه به جهان آمریکایی رو هر جای دنیا باشین شما میبینید اون موقع این قدرت امپراتوری روم بوده خب یعنی فرهنگ سازی و اینکه همه چی داشت هلنایز میشده به اصطلاح خب یعنی اونا رومیا خودشون از یونانیا تاثیر گرفتن بعدم اینو داشتن به همه جهان نگرششون رو همه جهان تاثیر میذاشتن برای همین چون رومیا نگاه بالا به پایین و بدی داشتن به یهودیا و اونا کلا دیدگاه جهانی دم دست اینا بوده حالا اگه چینم در نظر نگیریم این برای جهان داریم در نظر نگیریم این باعث شده که یهودی ستیزی این برای دنیا به شدت رواج پیدا بکنه اینو از رومیا داشتیم بعدم که حالا دیگه مسیحیت و اسلام و اینا هم که اومد خب اسلام خب مستقیم چیزی نگفته حالا میدونم اسلام شناس نیستی بخوام بریم ولی هم. بیشتر چیزهایی که الان مسلمان دارن, دارن میگن خیلی اینجوری ببینید گفته کفار رو دیدید گردن بزنید ولی نگفته یهودی دیدید گردن بزنید یه چیزایی به بقای... یه رو تو یه روز 300 تا چرا بین 400 تا 700 تا یهودی رو محمد تو یه روز ز... گردن زدن برای سر روایت خودشون حالا شاید تو یه روز دیگه هم چه میدونم ارمنی گردن زده باشه نمیدونیم که ولی میگم اگر رجوع کنیم مثلا به به قرآن رجوع کنیم مستقیم گفته باشه آقا یهودی رو باید بکشید نبود و گرچه که حالا من بازم منم من خودم گفته تو... قرآن... قرآن گفته که یهودی و مسیحی ها رو به هیچ وجه به عنوان دوست نگیرید خب یعنی اصلا اینا رو هیچ دوست خودتون نکنید و حدیث های صحیح هم داریم که میاد میگه که حدیث های صحیح داریم که میگه که وقتی که خیابون این اونایی که تسلیم شدن و دارن به شما جزیه میدن و اینایی که اینا رو باید باهاشون بدرفتاری بکنی سلام نباید خوشید. بکنی مگر اینکه اونا اول به شما سلام بکنن محمد خودش گفته که تو خیابون اگه میبینین بدی به طرف به گوشه خیابون که جایگاه خودشون رو توی جامعه اسلامی بدونن بعدم وعده هم داده که قبل از اینکه قیامت بشه مسلمان ها یه روزی همه یهودی ها رو میکشن و یهودی پشت سنگ و درخت قایم میشن که بتونن از مسلمان ها فرار بکنن و تو روز قیامت ببنبه. قبل از روز نمیگم. اینا بذار تموم کنم چون این این, این, این حدیث خیلی معروفیه هست این حدیث صحیح هم هست هم تو حدیث بخاری هست هم تو حدیث مسلم صحیح مسلم و صحیح بخاری خب میاد میگه که قبل از اینکه قبل از اینکه به روزهای آخر برسیم یعنی نه روزهای آخر قبل از اینکه به برسیم روزی میرسه که هم یهودی‌ها دارن از مسلمان‌ها فرار میکنن چون مسلمان‌ها دارن تک تک یهودی‌ها رو میکشن و اینا پشت درخت‌ها و سنگ‌ها قایم میشن و اون موقع معجزه الهی میشه و سنگ‌ها و درخت‌ها فریاد میزنن که مسلمان ای مسلمان بیا این یهودی رو بکش یک یک, یه، یک یهودی پشت من قایم شده بیا اینجا بکشش و همه سنگ ها به درخت ها فریاد میزنن این حدیث صحیح هست به بغیر از یک درخت درخت قارقاد یه درخت اونم یه درختی که یهودیه و چون یهودیه اون یهودیه رو لو نمیده این صحیح یک قسمت بنیادی از اسلامه چون صحیح بخاری هست یعنی تمام چ... تمام four of اف اسلامیک school... یعنی تمام چهار مکتب اسلام سنی که میشه 90 درصد دنیای اسلام این حدیث رو ب... کاملا قبول داره همینه که گفتی درست داره وعده هم. میده که آقا در روز آخر من خواستم اینو بگم ولی در قرآن وقتی میگه کفار رو بزنید اینا چرا چینی ها رو نمیزنن این همه چین کمونیست داریم داره وسط خیابون راه میره ولی همون همونو میخوام بگم دیگه دقیقا زورشون نمیرسه مسلمون کلا موجود بسیار مهربون و مظلومیه مگر اینکه اکثریت باشه و بتونه روی اصلی خودشون نشون بده این چیزی که این وسط خیلی عجیبه اینه که کشور ایران که به اسم حداقل کشور اسلامیه چرا انقدر مردمش طرفدار اسرائیلن آیا به خاطر اینکه تعم رحمانیت اسلام خودشون چشیدن یا تو دلیل دیگه ای داری اولا خوبه که گفتی به اس چون ایران اسلامی نیست خب ایران اگه آمار رو نگاه بکنید حدود نصف از ایرانیان توی چل سال گذشته اصلا از دین اومدن بیرون الان اکثر مردم ایران دیگه مسلمون نیستن آمار رو اگه نگاه نمیگم آتیستن مثلا مثلا من بگم بی دین هستن و به خدا اعتقاد دارن ولی به هیچ دینی اعتقاد ندارن زیر پنجاه درصد مردم ایران فکر کنم شیعه فقط سی درصد مردم شیعه موندن خب یعنی الان ایران از مسلم ماینورتی کانتری یعنی ایران الان یه کشوری هست که مسلموناش اقلیت ایران هست، جامعه هستند خب پس اصلا نمیشه به ما گفت یک کشور اسلامی باید به اینام افتخار کرد که نمیشه به ایران گفت یک کشور اسلامی یک کشوری هست که به توسط مسلمان ها به گروگان گرفته شده یعنی یک کشوری که این همه نه تنها اسلامی نیست من ادام بر اینه که نفرت از اسلام تو هیچ جای جهان بنده ایران نیست من این اداره میکنم خب. یعنی از یک مرزهای گذشته که از مرز اسلامی بودن که گذشته که هیچی شما یک کشور بعضی میگن هند در که هند من قبول ندارم چون هند بیشتر یه مقدار مسلمان ستیزی توشه من دارم اسلام ستیزی رو تبلیغ میکنم نه مسلمان ستیزی اصلا ایران خیلی جای خوبیه به خاطر اینکه مردم اسلام ستیز هستن ولی مسلمان ستیز نیستن چون خیلی هاشون خانوادهشون و اینا مسلمان هستن یعنی دقیقا جایگاه درست آره. هستن پدر بزرگی بزرگی یه کسی داره که مادر بزرگی مادر بزرگی یعنی با باور با باور مشکل دارن ولی دشمن نفرت نسبت به خود اشخاص ندارن و این خیلی عالیه که بگه همچین درجه ای از فهم تولیده میانگین مردم ایران خب. یکی این ولی موضوع اسرائیل خیلی فراتر از این, این هست که مثلا ایرانی حالا مسلمان هستن یا حسن مسلمان حسن. چون خیلی از مسلمان های ایران هم من دیدم حتی دیگه اومدن از اسرائیل دارن, دارن حمایت میکنن من دلیلش, دلیلش خیلی زیاده یکی از دلایلش اینه که ما دشمن یه دشمن مشترک داریم خب و اون جمهوری اسلامیه یکی از دلایلش اینه که ما تو این منطقه تنهاییم یعنی من فکر کنم توی خواهر میانه اگه نگاه بکنین مردم دو کشور هستن که به شدت باورهای درستی دارن باورهایی دارن که باورهای لیبرالی دارن که باعث رشد با... رفاه و امنیت و یعنی اگه نگاه کنید باورهایی که باعث شده کشورهایی که از بقیه کشورها قوی ترن چه باورهایی باعث شده که این کشورها قوی تر باشن چه اصولی چه روشهایی یک کشور رو بهتر میکنه خب این باورهای سکولاریسم باورهای لیبرالیسم باورهای تفکیک قوا رپرزنتیتیو دموکراسی آزادی بیان آزادی پوشش همه این باورهای درست رو توی این منطقه ما یک مشکل مورال بانکراپسی داریم یعنی توی این منطقه یه منطقه یه که واقعا بقی... بقی... از خارج از ایران و اسرائیل نگاه بکنی بقیه کشورها واقعا از لحاظ فهم و شعور واقعا به طور میانگین عقبن خب یعنی این مردم ایران و اسرائیل هستن تو این منطقه که باورهایی رو دارن که باعث بهبود و پیشرفت یک کشور میشه و ما چون تو این منطقه نه تنها تنها بلکه از همه طرف داریم تهدید میشیم خب یعنی اسرائیل در تهدید میشه تو ایران خود اون تهدیده که اصلا داره روشون حکومت میکنه و چون همدیگر رو از بعد از انقلاب محسا مخصوصا داریم همدیگر رو میبینیم یعنی این آگاهی از این اینکه اینها اون باورهایی دارن که ما میگیم ما قبول داریم هم ایرانیا دارن اینو تو اسرائیل میبینن هم همینجوری به مرور زمان اسرائیلی‌ها هم دارن اینو تو ایران میبینن و تو این منطقه که ما احتیاج به دوست داریم یعنی به شدت تنهایی به احتیاج و متحد داریم این کشف ما مثل اینکه در یک جهت داریم حرکت میکنیم باعث میشه که الان یه پلی من دارم می بینم که یه پلی داره ساخته میشه بین مردم ایران و مردم ایران. اسرائیل آربین حالا سوای مردم اینو میخوام خود شخصی تر از خود بپرسم خیلی از حالا کسایی که اصطلاحشون میگن ارزشی ها یا اسم علمی شو بگیم ارازشه اعتقاد دارن ماهایی که میگیم آقا حق با اسرائیل فقط به خاطر دشمنی و جمهوری اسلامی که میگیم حق با اسرائیل در صورتی که اتفاقی اینجوری نیست من میخوام نظر خودت رو بپرسم اگر دشمنی و جمهوری اسلامی بذاری کنار که دشمن خونی اصلا شکی توش نیست اون ته دل خودت چقدر فکر میکنی که اتفاقات فعلی شایسته حمایت از اسرائیل همچنان هست دلیلش هم بگو اوکی ببینید اولا همه کشورها شایسته حمایت دارن خب من از همه ملت دولت ها حمایت میکنم خب تمرکز روی اسرائیل برای این باید بیشتر باشه به خاطر اینکه هیچ ملت دولتی هیچ کشوری به اندازه اسرائیل تهدید نمیشه ما ما که اه... اگر مشکلی داشته باشیم مثلا با مثلا بعضی از حزبایی که تو اسرائیل هستن خب من خودم به شدت مخالف حزب لکود هستم یا مثلا اون دو تا حزب راستگرای افراطی دیگه که الان تو ائتلاف اسرائیل هستن این دولت اسرائیل خب کشور اسرائیل که من باش زدیتی نباید داشته باشیم ما خیلی جالبه ما ایرانیا باید اینو متوجه باشیم چون ما اگه زد... ما متوجه هستیم ما که دولتمون که از اسرائیل که به شدت بدتره خب ما الان کس... کس... ما... اصلا غیر قابل مقایسه است ما نمیایم بگیم یه کسی باید ضد ایران باشه بخاطر اینکه جمهوری اسلامی داره حکومت میکنه خب اه... کشور اسرائیل یک اه... ملتی یه ملتی پر از آدمای مخت... مختلف با باورهای مختلف با اه... ن... ن... چجوری میشه با این زدیت داشت من کلا مخالف زدیت با هر کشوری هستم یعنی من با پوتین مشکل دارم ولی طرفدار روسیه هستم من طرفدار اسرائیل هستم من طرفدار ایران هستم طرفدار همه کشورها هستم حالا اگه, دارم، اگه ما داریم بیشتر در با اسرائیل صحبت میکنیم یکیش دلیلش این هست که ما برای ما ایرانی ها دوستی با اسرائیلیا ها کاربورد برای جفتمون کاربورد داره این برده بورده خب برای هر دو طرف یکی این و یکی هم واقعا اسرائیل مظلومه اسرائیل دور تا دورش دشمنانی وجود دارن که هدفش نابودی این کشوره هیچ کشوری در جهان الان وجود نداره که به این شدت وجودش خب یعنی بقیه کشور هم اگه یه کسی مشکلی باشون با داشته باشه نمیان اصلا وجود اون کشور رو به چالش بخوام بکشن در این سطحی که اسرائیل هست خب هیچ کشوری وجودش به اندازه اسرائیل تهدید نمیشه برای همین من از تمامیت ارزی و, و, حق دفاع همه کشور رو دفاع میکنم ولی با توجه به اینکه اسرائیل بود و نبودش بیشتر از همه کشور جهان در خطره خب. به نظر من تمرکز روی اسرائیل خیلی موجهه ببینید ایران تمرکز روی مردم ایران خیلی موجهه چون مردم ایران هستند که دارن به شدت حمله هم... یعنی بود و نبود ایران در اندازه اسرائیل در خطر نیست ولی مردم ایران خودشون بیشتر از هر کسی داره بهشون ظلم میشه و دارن تهدید میشن بیشتر از خیلی از دنیای دیگه برای این تمرکز روی حمایت از مردم ایران خیلی مهمه ولی اسرائیل وقتی ازش حمایت میکنیم مثلا وجود اسرائیل رو بعد ازش حمایت بکنیم و این من وقتی که به تمامیت ارزی دفاع از تمامیت ارزی میکنیم فقط مرزهای ایران نیست ما باید هدفمون دفاع از تمامیت ارزی همه کشورها باشه چون چیزی رو که داریم ازش دفاع میکنیم این مفهوم ملت دولت و این نظم نوین لیبرال جهانی هست که باعث شده که تو جهان این همه ما رفاه و امنیت داشته باشیم غیر قابل مقایسه با تمام تاریخ تمدن یعنی ما بعد از جنگ جهانی دوم تونستیم یک اصولی رو یک روشهایی رو یک باورها یک ارزشهایی رو داشته باشیم که به شدت جهان رو جای بهتری کرده حالا خیلی براشون باورشون سخته چون اخبار رو نگاه میکنن فرق میبینن جنگ میبینن میگن که وای همش که داره بده. همش که بده یعنی چی در صورتی که این چیزی که داریم میبینیم غیر قابل مقایسه است از لحاظ میزان جنگ از لحاظ فرق از لحاظ دسترسی به رفاه از لحاظ امنیت جهان واقعاً غیر قابل مقایسه است با چیزی که حتی صد سال پیش بود ما توی ده هزار سال تاریخ تمدنی که داشتیم الان توی شرایط استثنایی هستیم که رفاه هست. از همیشه بهتره امنیت از همیشه بهتره جنگ از همیشه کمتره به خاطر این اصول و اصول بین المللی که قبول کردیم که این نظم نوین لیبرال جهانی بر اساس اونه حالا ما برای همین باید همه جا از این اصول دفاع بکنیم از همه ملت دولت ها از همه تمامیت ارزی چون این مفهوم ملت دولت هم یک مفهوم نوین لیبرال هست که طراحی شده و داره جواب میده به،, نفع همه ما هست که همه جا از این دفاع بکنیم برای همین وقتی که داریم از تمامیت ارزی اوکراین یا اسرائیل دفاع میکنیم موضوع اوکراین و اسرائیل نیست این دفاع از جهانه چون شما باید هر جا هر جا این اصول داره به چالش کشیده میشه شما باید بیای اونجا از اون دفاع بکنی علیه دشمنان این تمامی ترزی و تمام باورهای دیگه ای که جهان رو انقدر بهتر کرده چون اگه اونجا تو ساکت باشی بعدا که میان سراغ خودت دیگه دیر شده دقیقا همینطور آرمین بریم یه خورده سرون بس که تخصصت هست من میخوام یه سری سال ابتدایی ازت بپرسم به خاطر اینکه ممکنه خیلی از میدونی برنامه های اینچنینی معمولا در تلویزیون های حالا رسانه ای معمولا کمتر میاد نگران شن معمولا و هنوز این باوره هست که به غلط فکر میکنن خیلی از بیننده های تلویزیون آدمایی هستن که مذهبی یا به حال هنوز به مذهب باورمندن در مورد جدایی دین از زندگی و سیاست و غیره صحبت کردی میتونی خیلی کوتاه بگی که چرا باید دین جدا باشه از این اتفاقات چه از دولت چه از حکومت چه از مسائل مختلف اولا که جواب داده یعنی من این اصولی که ق... اصلا قبل از اینکه بیایم دنبال خردگرایی باشیم که بتونیم توجیه بکنیم تیورایز بکنیم که چرا یه چیزی کار میکنه ما به جای راشنالیزم باید دنبال امپیرسیزم باشیم یعنی به جای اینکه دنبال خردگرایی باشیم که بریم ببینیم جواب درست چیه توی دنیای مدرن ما میریم از تجربه گرایی علمی استفاده میکنیم که جوابهای درست پیدا بکنیم خب قبل از اینکه اصلا من بیام بگم که چرا مثلا سکولاریز جواب میده که بیام مثلا یه دلایل فلسفی بیارم که آقا چرا دین نباید تو حکومت باشه و اینا شما میتونید بیای نگاه بکنی. بیای نگاه بکنید نگاه بکنید که چه اصول ما وقتی که از همه باورهایی که دفاع میکنیم یک یک آماری هست خب یک آمار علمی هست که نشون میده اینا جواب داده خب یک کتاب خیلی خوب که معرفی میتونم بکنم که برین بخونین که تمام اینا رو بررسی کرده که چه اصول و روشهایی باعث پیشرفت کشور و جامعه میشه کتاب هست با استیون پینکر با استیون پینکر نوشته خب برای همین من اصلا لازم نیست بیام حدس بزنم بیام اینجا فلسفه بازی بکنیم که بیام بگیم آقا سکولاریسم خوبه ببین اون های اصل روشنگری اه اه فیلسوفای ایج اف انلایتمنت اونا مجبور بودن فلسفه بازی بکنن بیان بگن که من فکر میکنم پراپرتی رایتس مثلا حق مالکیت چیز خوبیه یعنی اونا مجبور بودن بیان فلسفه بازی کنن خب مثلا والتر باید میومد حس میزد که مثلا با فلسفه با خردگرایی توضیح میداد که چرا سکولاریسم چیز خوبیه شما اگه میخواین برین فلسفه یکی سر بخونین که چرا این خوبه مثلا میتونین برین والتر بخونید میتونین برین مونتسکیو بخونین که چرا تفکیک قوا تو حکومت چیز خوبیه ما دیگه لازم نیست فلسفه بازی بکنیم دمشون گم که اونا اینا رو معرفی کردن و الان ما به جای رسیدیم که میایم میتونیم به جای اینکه بیایم فلسفه بازی بکنیم که چرا اینا جواب میده میتونیم بیایم از آمار و تجربه گرای علمی یعنی وارد دنیای امپریز از دنیای رشنالیسم خارج میشیم چون امپریسیزم همیشه برتری داره به رشنالیسم یعنی تجربه گرای علمی همیشه از گرایی جواباش قابل اعتماد تره الان ما میتونیم بیایم نگاه به اندازه کافی به زمان گذشته که بتونیم نشون بدیم چه چیزایی باعث پیشرفت جمع میشه و دلیلی که من از سکولاریسم دفاع میکنم به همون دلیلی که از representative دموکراسی یعنی دموکراسی نمایندگی یا از آزادی بیان یا از تفکیک قوا یا از همه اینا دفاع میکنم برای اینکه اینا ما دیدیم ما دیدیم که اینا جواب میده اینا هستن که باعث پیشرفت میشه حالا آرمین، اگر که میدونم مدت زمان زیادیه تو این بحث هستی و ممکنه یه سری سالا که ازت میپرسم برای خیلی ابتدایی باشه ولی به خاطر اینکه میدونم دقدقه خیلی از آدمای نسل خودت و نسل من هست که وقتی به پدر مادرشون نگاه میکنن به اطرافیان نگاه میکنن این ترس رو در اونا میبینن که طرف سی سال سر سجاده نشسته چهل سال آرزوش بوده بره مکه الان خودش هم تهدلش احساس میکنه که این مسیری که اومده مسیر درستی نمیتونه باشه ولی اون شهامت و شجاعت وجود نداره که بیاد اون چیزایی که تا الان انجام میداده یا اون چیزایی که فکر میکرده درسته رو بیاد به دید منتقدانه نگاه کنه یا ببره زیر سوال یا این کاری که دارم میکنم درسته چه معنایی داره چرا باید این کارو بکنم چه در طول این مدت زمان طولانی که خودم فکر کنم حداقل پنج ساله دارم دنبالت میکنم در فضای مجازی به نسخه رسیدی که یه مقدار شهامت افراد در مواجهه با خود خودشون قویتر بکنه ببینید قبل از اینکه اصلا این کار رو بکنیم من باید از خودتون سوال بکنیم که چرا اصلا باید این کار رو بکنیم خب من اگه با تو زندگی شخصی خودم یه کسی دیندار باشه من خودم تصمیم می‌گیرم که کاری باهاشون نداشته باشم خب جاهای راحت هست که ما میتونیم این رو بکنیم برای چی بیام تو زندگی شخصی مثلا به مادر بزرگم یا خواهرم یا هر کسی دیگه گیر بدم که تو چه دینداری خب من به نظرم انقدر ما جاهای روش های بهتری داریم که من حداقل ترجیح میدم که تو زندگی شخصی کسی به کسی گیر ندم چون تو زندگی شخصی رابطه‌ای که با اون اشخاص دارم برام خیلی مهمتر از این هست که فعالیت های سیاسی و اجتماعی بیارم توی جایی که دارم زندگی میکنم خب چون که شما وقتی محتوا داری تولید میکنی ما انقدر آدم های زیادی هستن که کنجکاو هستن که باور درست چیه که شما به جای اینکه بری طرف کسی لازم نیست این کارو بکنی شما محتوا رو دولت میکنی اون آسون ترین آدمایی که نظرشون عوض میشه اونو خودشون میان سراغ شما برای نه نه من این هستم که ب... سالم سالم اصلاح میکنم ممکنه یه سری از آدما دارن این برنامه رو میبینن و خودشون این احساس دارن که آقا ما این مدت این مسیری که داشتیم بعد مسیر درستی نمیتونه باشه ولی اینو من دیدم که آدما عادت دارن یه چیزی رو جاشو با چیز دیگه پر کنن طرف مسلمان افراطی بوده اینی که میگم نمونه عینی کیس استادیه الان شده مسیحی افراطی یعنی میگه خب آقا پس من الان اگه این وری سجده نکنم کدوم وری باید تعظیم کنم یا اگر الان قرآن نخونم پس چی برم بخونم این خلای دیگه شما مثلا کن طرف <تصفح> با پدرش 20 سال زندگی کرده پدر فوت میکنه شیرازش میپاشه چون <تصفح> همیشه یه چیزی بوده الان فهمیدم آره اینو اگه ممکنه بگو اوکی الان فهمیدم ببینید ما یک سری نیازهایی داریم خب که دین اونها رو ارزم کنه خب اون نیازها رو باش به دنیا اومدیم ولی و اینکه دین واقعا اونا رو به این نیازهای ما رو جواب میده خیلی فکر میکنم خب پس به دین احتیاج ده. در صورتی که نه اون نیازها رو با خیلی چیزای دیگه میشه پر کرد اون نیازها با دین لاز... اتفاقا دین بدترین درسته که دین یه جواب هست به اون نیازها خب و دی... ولی دین یکی از بدترین جواب ها هست به اون نیازها خیلی از کسایی که دیندار هستن به درستی مشاهده کردن که ما داده های علمی داریم که این نیازها در ما وجود داره خب و این نیازها چون در ما وجود داره اینو خودش رو دلیل برای میدونه خب پس ما به دین احتیاج داریم دیگه چون دین دقیقا داره این نیازها رو ارضا میکنه کنه. که نه دی دین میاد نیازهای رو ارضا میکنه که خیلی راههای بهتری برای ارضاشون وجود داره میشه چی هستن آره نیازها رو مثال بزنم نیازها مثلا اه سنس اف آ خب عضویت در یک قبیله خوبیت سازی احساس شگفتگی احساس یک ماهیت پدر مانندی که داره از شما حمایت میکنه اهمیت داشتن اهمیت داشتن خب در, در جهت یک چیزی بزرگتر از خودت فعالیت کردن اینکه اثری از خودت بذاری که جاودانه باشه که بتونی بعد از تو باقی بمونه اینها همه نیازهایی هست که ما به طور طبیعی داریم خیلی میکنه فکر آه پس ما به خدا نیاز طبیعی داریم نه دقیقا این نیازها هست که به هستن اینا خدا نیستن چون ما اگه تاریخ انسان رو نه تاریخ تمدن رو تاریخ انسان اگه بخوای نگاه کنید ما اکثر تاریخ انسان خدایی نداشتیم با اینکه همه این نیازها رو هم داشتیم و این نیازها رو به شکلهای دیگه ای داشتیم ارضا میکردیم حالا شما میگید جای این چی میتونه باشه این بستگی به شخصش داره حالا من یه چیزی معرفی میکنم که برای خیلی جواب میده ولی مشکل یکی از مشکلات دین اینه که سعی میکنه یه جواب کلی بده با به اشخاصی که برای هم با هم فرق میکنه یعنی اون چیزی که برای من جواب میده با اون چیزی که برای شما جواب میده ممکنه دو چیز کاملا مختلفی باشه ولی این دیدگاه جمعگرایی کلکتیو دین هست که میاد یک جواب میده به کلی آدمهایی که این همه با هم فرق میکنه اتفاقا اگه اندیویژوالیست یعنی شخصی تر نگاه بکنیم اندیویژوال individual, یعنی بر اساس دیگاه نگاه بکنیم اینکه جواب این سوال چیه بستگی به شخصش داره حالا تو دنیای مدرن اتفاقا ما یک چیزی داریم که برای خیلی جواب میده نمیگم لزوما برای شما جواب میده ها ولی ما همین دنیای لیبرال لیبرالی مدرنی که اومده کلی مفاهیمی رو به ما معرفی کرده که جهان رو معرفی کرده در کنار اون مفهوم ملت دولت و اون نیشن استیت یک چیز دیگه هم در کنارش داره که اتفاقا این خلع بیدینی رو به راحتی پر میکنه و در جهت در جهت بسیار کاربردگرایانه ای که مفیده چون دین این نیازها رو وقتی ارضا میکنه در جهت شما برای ارزایش دارید یه ایدئولوژی بسیار مخرب رو داری رواج میدی ولی اون چیزی که حالا من میخوام بگم اون اسمش هست سیویک نشنالزم یا ملیگرای مدنی خب که ده تمام اینها رو برای کسایی که واقعا به علاقه دارن ارضا میکنه اون ملیگرایی مدنی شما توی تیمی یه تعلق به یه گروهی داری داری در جریان یه چیزی بزرگتر از خودت که ملتت هست داری حرکت میکنی برای ساخت خیلی. یه چیزی که جاودانه هست بعد از مرگ تو باقی میمونه احساس عضویت میکنی احساس هویت ملی بهت میده خب هویت ملی هویت قوی است اتفاقا اتفاقا یکی از دلایلی که توی ایران ما انقدر راحت دین عوض میکنیم یا دین رو کنار میذاریم به خاطر قوی بودن این هویت احس... ملی هست خب شما اگه تاریخ ایران نگاه بکنید ما چند بار همجوری عوض شدیم خب از زرتشتی رفتیم سنی از سنی رفتیم شیعه الان از شیعه هم زری یه نسل داریم میریم به بیدین چرا انقدر لباس دین عوض کردن توی ایران از خیلی از کشورهای دیگه راحت تره چون که اون, نیازه داره با یه چیز دیگه انقدر به شدت داره ارضا میشه خب یعنی شما هویت اس جا... آدمای دیگه به هویت دینیشون نیاز دارن چون هویت دیگه ای ممکنه به قدرت نداشته باشن ولی چون ایرانی ها هویت ملی قوی دارن و اون نیازه یه جای دیگه داره ارضا میشه برای همین خیلی راحت میتونن این هویت دومشون یا این هویت دینیشون رو به این راحتی عوض بکنن فرصت ها محدوده در حد سه دقیقه اگر بتونین این سوال من جواب بدیم ممنون میشم خیلی از این باور غلط هستند یا این باور غلط رو سعی کردن بین مردم رواج بدن که اگر سکولاریسم بیاد فردا شما که نماز میخونید نمیتونید راحت در کشور زندگی کنید شما رو میان میزنن میبرن ممکنه شما رو بکشن یه سری آدم دارن میان با برای غلطی که دارن بین مردم جا میندازن که اینا میخوان دین شما رو از بین ببرن و به جای رسیده که دیگه دارن تهدید جانی مطرح میکنن که اگر اینا بیان مساجد رو به آتش میکشن مسلمان رو میکشن از این اتفاقات فکر میکنی چقدر دیدگاه خدا ناباوری بتونه مانع از اون همدلی مردم با هم برای براندازی آزادی ایران بشه یا اینکه چیکار میشه که این اتفاق مانع نشه ببینید خدا یا دین ستیزی با سکولاریز دو تا چیز مختلفه من خدا از خدا ناباوری و دین ستیزی دفاع میکنم ولی به عنوان شخص تو سیاست از سکولاریز فقط دفاع میکنم سکولاریز یعنی دولت وارد بحث های دینی نمیشه دولت فقط کارش ایجاد امنیت برای همه اعضای همه شهروندای کشورشه و من خودم به عنوان یه آتیس دین ستیز علیه دولتی خواهم بود که خودش بخواد دین ستیزی بکنه چون بی خود سکولاری یعنی دولت اینکه اون مسلمون, مسلمون باید بتونه آزادی بیانش رو داشته باشه که اسلام تبلیغ بکنه منم باید آزادی بیانم رو داشته باشم که علیه اسلام تبلیغ بکنم جفتمون به طور منصفانه بدون خشونت بدون تحمیل باید بتونیم با هم اون اسلامشو رو تبلیغ بکنه من علیه اسلام صحبت بکنم سکولاریسم یعنی این سکولاریسم یعنی تو دولت نه باید بیای جلوی منو بگیری که میخوام علیه اسلام صحبت بکنم و مهم برای یه مسلمانی که داره به این گوش میکنه نباید بیای جلوی اون مسلمانی رو بگیری که میخواد اسلامش تبلیغ بکنه فقط تو باید از این بازی بری بیرون تو نباید دین رو تبلیغ کنی نباید علی... دولت نباید از من من ضد دین علیه حکومتی خواهم بود که ضد دین خودش میخواد چیزی بگه چرا چون من سکولار هستم و از دولت باید از دین خارج بشه حالا این این معنی سکولاریسمو رو بفهمن که با دین ستیزی و خدا ناباوری فرق بکنه سکولاریسم که برای ما مطرحه توی حکومت نه خدا ناباوری و دین ستیزی نکته دوم برید نگاه بکنید مسلمون ها کجا خوشحال ترن؟ آیا مسلمون ها تو کشور اسلامی الان زندگی بهتری دارن یا تو کشور سکولار شما برید اینو چک بکنید جوابتون رو میگیرید ممنونم ازت به عنوان کلام آخر اگر حرفی پیامی سخنی داری ممنون میشم بشنوم نه مرسی پیامی ندارم فقط میتونم کانال یوتیوب جمهوری بی خدا رو تبلیغ بکنم البته کردم دید. صد درصد صد, صد, در صد. <تصفح> <تصفح> حالا <تصفح> کپشنشون هم میاد زیر تصویر دوستان میبینن امیدوارم که برن با فقط هنو چیزی که میتونم بگم پیمونتون رو خالی کنید بدون هیچ گونه پیش داوری و بدون هیچ گونه قضاوتی برید ممکنه یه جای سوالی پرسیده بشه دوست نداشته باشید ممکنه یه جوابی از مهمونشون بشنوید دوست نداشته باشید ولی میتونم بهتون بگم که لابلاش کلی اطلاعات مهم و مفید میگیرید مثل من که همین امروز تو لابلای های آرمین خیلی سایه جالبه و خوب یاد گرفتم اونجا ممنونم که به برنامه من اومدی روایت نو و امیدوارم که بتونیم بیشتر در برنامه در خدمت باشیم بتونیم از کلامت استفاده کنیم هر جاستی موفق باشی به امید آزادی ایران و اینکه یه روزی بتونیم بحث ها رو رو در رو دوری یک میزگیر در آزادی و امنیت کامل با هم داشته باشیم موفق باشی خدا نگهتر ممنون مرسی از دعوتتون